بنابر آنچه خبرگزاری تسنیم از امام جمعه شیراز در خطبه نماز جمعه روز گذشته نقل کرده است، وی با بیان اینکه امام حسین علیه السلام 20 سال از امام حسن علیه السلام که امام زمان بود اطاعت کرد و این یعنی ولایت پذیری، گفت همه باید ولایت را اطاعت کنند ولو امام معصوم باشد، حرف ولی امر را ضایع نباید بکنیم. وی در ادامه گفت دو امام و دو حجت در یک زمان جمع نمی شود، در زمان غیبت حجت بر ما امام خامنه است. متاسفانه این اولین باری نیست که مقام های مختلف ایرانی با تمسک ناشیانه به سیره اهل بیت علیهم السلام برای اثبات جایگاه ولایت مطلقه فقیه و اطاعت محض و بیچون و چرای مردم چنین مطالبی مطرح می کنند. علاوه بر نتیجه گیری کفرآمیز امام جمعه شیراز از مطلب ذکر شده، مدت امامت امام حسن علیه السلام را نیز به اشتباه 20 سال عنوان کرده است، در صورتی که امامت ظاهری امام حسن علیه السلام از سال 40 تا 50 قمری و به مدت 10 سال بوده است. در همین زمینه گفتگوی تلفنی داشتیم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام، و از ایشان پرسیدیم. به نظر شما چنین ادعاهایی درباره رهبر ایران آیا ریشه در نظریه ولایت مطلقه فقیه دارد؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز و گرامی، درباره سوالی که مطرح کردید، این ادعاهای واهی و بی اساس که هیچ مبنای شرعی و عقلی نداره، علل و عوامل متعددی میتونه داشته باشه و یکی از عوامل و مهمترین عامل شاید همین مطلبی که فرمودید که به نوعی میخواهند بدعت ولایت مطلقه فقیه را که هیچ سابقه تاریخی و روایی و دینی نداره، اون رو به نوعی جا بندازن، تبیین کنن و ازش دفاع کنن. این مطلب که ولایت مطلقه اصلاً در تاریخ شیعه هیچ سابقه نداشته و کاملا یک بدعتیه که حاکمیت ایران در این چند دهه اخیر اون رو مطرح کرده برای اینکه به سلطه خودش سابقه و رنگ دینی بده. لذا اگر ما تاریخ فقه شیعه رو نگاه میکنیم، میبینیم که به عنوان ولایت عامه و ولایت محدوده مطرح بوده، درباره محدوده ولایتی که فقیه داشته، که البته چند روز پیش آیت الله العظمی شیرازی به خوبی اون رو تبیین فرمودند و دربارش توضیح دادند، و شاید هم این ادعاهای واهی به نوعی واکنش به فرمایشات ایشون باشه. ولایت مطلقه فقیه که در واقع اون رو هم سنگ و هم تراز ولایت پیامبر و ولایت خدا میدونن، هم از نظر عقلی اون باطل هست، هم از نظر شرعی. و در این فرصت کوتاه میتونم این رو بگم، پیامبر و طبیعتا خداوند و امامان معصوم هستند و همچنین علم غیب دارند. هیچ عقلی این رو نمیتونه بپذیره کسی که معصوم نیست و خطا میکنه و اقرار به خطای خودش داره با معصوم و با خداوند یک نوع اختیار داشته باشه و محدوده اختیاراتش یک کسی که ممکنه هر لحظه خطاهای غیر قابل جبران مرتکب بشه، با پیامبر و امام و خداوند یک نوع اختیار داشته باشه و یک نوع در واقع بتونه اعمال نظر کنه و از قدرت خودش استفاده کنه. عقلن و شرعن باطل هست و عرض کردم علل و عوامل متعددی میتونه داشته باشه که مهمترین عاملش این بدعت ولایت مطلقه فقیهه. ببینید، عمر ابن خطاب دو بدعت در دین گذاشت و اون اینکه یکی ازدواج موقت و یکی هم به مسئله
حج تمتع رو برداشت و گفت من اینها رو حرام میکنم و هر کی مرتکب بشه اونها رو عقاب میکنم. خب این مقدار شهامت داشت، ولی متاسفانه حاکمیت ایران این اندازه هم این شهامت رو نداره که بگه من این بدعت رو دارم ایجاد میکنم و به دنبالش هم اون مطالب غیر دینی و غیر اسلامی که کاملا تقابل با متون دینی و روایات داره مرتکب میشن. هم رتبه دانستن یک انسان عادی با امام معصوم و درخواست پیروی محض و بیچونه چرای مردم از وی چه تأثیری بر اعتقادات مردم خواهد داشت؟ چنین ادعاهای بی اساس که خلاف شرع و خلاف عقل هست بدون هیچ استدلال و منطقی روی افرادی که اطلاع از دین، قرآن و روایت و تاریخ دارند تأثیر بسیار کمی خواهد داشت. اما کسانی که اطلاعات عمومی دارند و اطلاعاتشون بر اساس تحقیقات گسترده نیست طبیعتاً تأثیر منفی خواهد داشت که این بیشتر توده مردم رو شامل میشه که به هر حال به نوعی کسب و کار و زندگی روزمره خودشون مشغول هستند و فرصت کافی برای مطالعه و تحقیق ندارن. و البته این ریشه در تاریخ داره، همزاده با پیدایش اسلام جریان نفاق پیدا شد، با شهادت پیامبر این حجاب از چهره نفاق افتاد و بعدها سلسله بنی امیه و بعد بنی عباس و بعد عثمانی ها اینها صدها سال حکومت کردند با سوء استفاده از دین و خود را ظل الله می دونستند، نماینده خدا می دونستند، سایه خدا می دونستند و از این واژه ها همواره در طول تاریخ سوء استفاده شده و این واقعه تاریخی داره. ولی من فقط بینندگان رو دعوت می کنم که دین خودشون رو از متون اصلی دینی که سابقه تاریخ تشیع و علما و مراجع تقلید شیعه و محققان اسلامی داره و بسیار زحمت کشیدن از اونها بگیرند، نه از این کسانی که دایه دار دین هستند در این 3-4 دهه اخیر. مدیر شبکه ماهواره سلام، حجت الاسلام و المسلمین، شیخ محمد هدایتی با ما همراه بودند.